اگر انتخابات را در مورد دولت به کار ببریم، در آن صورت بدین معنا خواهد بود که ملت صلاحیت‌های خود را به نمایندگان منتخب خود انتقال می‌دهد تا آنها به نمایندگی از آن حکمرانی نمایند. پیچیدگی مدیریت ضرورت حرفه‌ای بودن نمایندگان منتخب را پیش می‌کشد. به بیان دیگر، آنانی که می‌خواهند به این مقامات برسند باید تمام وقت کاری خود را مصروف این حرفه نمایند و به این ترتیب حرفه سیاستمدار و جمعی از انسانها که منافع ملت را در سطح دولت انعکاس می دهند به وجود می آید. در گام بعدی تفکیک سیاستمداران مطرح می باشد، زیرا انسانها در مورد منافع ملی و شیوه های تحقق آن تصور گوناگون دارند. از همین جاست که ضرورت توافق سیاستمداران همفکر که در حقیقت از لحاظ سیاسی در جامعه در یک خط حرکت می نمایند تبارز می کند. هر خط سیاسی حزب سیاسی، جنبش و یا شهروندان خوشبین خود را به وجود می آورد. میان خطوط سیاسی به ویژه در موقع انتخابات، زمانی که سیاسیون برای به دست آوردن آرای شهروندان و مقام مورد نظر تلاش می‌ورزند، رقابت به وجود می‌آید. این همان مدل است که در جامعه باید چندین گروه رقیب سیاسی وجود داشته باشد و این گروه‌ها در صورتی که انتخاب شوند قادر باشند که رهبری جامعه در سطح دولت را به عهده بگیرند. در اینجا بسیار مهم است که آن گروهی که انتخابات را باخته است امکان بقایش بدون اینکه کیفیت کاری رهبری دولت را از دست بدهند وجود داشته باشد. تحلیل این نتیجه گیری نشان می‌دهد که در این حالت در جامعه خشونت و اجبار تا سطح کمترین نزول می‌کند. هرگاه چنین امکان یا پیش شرط وجود نداشته باشد، در جامعه مدل اتوریتار دولت ملی که در آن حاکمیت دولتی و عامه در انحصار نمایندگان یک خط سیاسی قرار می گیرد و رقبای سیاسی سرکوب می شود. مدل اتوریتار ساختار دولتی می تواند در کوتاه مدت مفید باشد. ممکن هم از برای این که مصارف نگه داشت و انتخاب سمت توسعه اجتماعی کمتر باشد. ولی در دراز مدت این مدل غیر مؤثر است. هزینه پدیده های رکودی که بنابر عدم موجودیت رقابت در جامعه گسترش می‌یابد، هزینه تشنجاتی که در صورت عدم توافق مردم با مش سیاسی که پیاده می‌شود، به ویژه هزینه زیت حاکمیت زمانی که تیم کهنه بنابر انگیزه های مختلف باید صحنه را و تیم جدید هر از گاهی هم با خونریزی با حاکمیت می‌رسد، بلانس اجتماعی مفیدیت مزریت مدیریت اوتوریتار را بدتر می سازد. کنون سخن پیرامون بدیل دولت های امروزی. گونه های نخستین دولت ملی فرانسه، امریکا، کشورهای اسپانوی زبان امریکای لاتین در مبارزه با دولت‌های شاهی که طبق معمول پیامد آن گزینش مدیریت جمهوری بوده است به وجود آمدند. اگر ایالات امریکای شمالی در انتخاب دموکراتیک خود ثابت قدم ماندند، ولی کشورهای امریکای لاتین جمهوری‌های اتوریتار بودند، رؤسای جمهوری عمری و هر از گاهی مدیریت دموکراتیک و کودتاهای دولتی پدیدار می‌گشت.
سطح عالی امتباری و هنگام با روزگار بودن در میان دولت‌های ملی تازه ایجاد شده که به ویژه در وجود یک ثبات سیاسی در این کشورها افاده می‌گردید، توجه شخصیت‌های آگاه سیاسی دولت‌های سنتی شاهی اروپایی را به خود جلب کرد. نیمه اول قرن 19 دولت‌های شاهی یاد شده با برانداختن رفورم‌ها با تعویض محتوای سنتی با محتوای مدرن تحول پذیرفتند و یا با منطق دولت ملی سازگار شدند. پیش از همه دولت شاهی پروس در این راه پیشگام بود و هسته ای را به وجود آورد که سپس به دور آن جرمنی با هم متحد شد. متروپول امپراتوری بریتانیا، دولت‌های شاهی اسکاندیناوی و سایر دولت‌های شاهی پیشرفته هم همین راه را پیمودند. در آخرین تحلیل پس از گزارهای پیاپی، بیشترین کشورهای این قاره خود به سوی دموکراسی تغییر شکل دادند، ولی همزمان شکل شاهی ساختار دولتی را حفظ کردند. به حیث بدیل بنیادی برای دولت‌های ملی در دوران ما، از لحاظ تاریخی آنچه را که می‌توان به نام کثیر الملتی نامید تجربه گردید. این شکل از مشخصه برخی از کشورهای سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، یوگوسلاویا و چکسلواکیا بوده است. بنیاد اندیشه کثیر الملتی اتحاد شوروی را تیزس تشکیل می‌داد که بر اساس آن تفاوت‌های طبقاتی که طبیعت همگیر و فراگیر دارند در سنجش با سایر تفاوت‌ها در جماعت‌های انسانی باید نخستینگی داشته باشند. این پرسش ضرورت گذار هسته اساسی سیاست را به هویت طبقاتی که با غیر سیاسی سازی هویت سراسری ملی همراه بود فراهم ساخت. برای اینکه تشویق برای این گذار صورت گرفته باشد، تلاش صورت گرفت که مفهوم ملت را از بحث‌های اجتماعی ساقط نمایند که قسمان هم موفق شدند. ولی این موفقیت نافرجام بود. در نتیجه در جامعه شناسی شوروی مقوله مردم شوروی به کار برده شد که در واقع یا در ماهیتش همان مفهوم ملت بوده است. ولی درک اتنوناسیونالیستی یا درک ناسیونالیسم قومی مقوله ملت را نتوانستن از فهم خود بیرون کنند. به هر حال در جامعه شناسی شوروی ملت با مفهوم اتنوناسیونالیستی آن درک شده است، تعریفی که ما همه با آن آشنا هستیم و از جانب استالین ارائه گردیده بود گواه این حقیقت است. ملت مشارکت با ثبات انسان ها است که در درازنای تاریخ شکل گرفته و این مشارکت بر اساس زبان مشترک، سرزمین مشترک، زندگی اقتصادی و روان مشترک که در فرهنگ مشترک بازتاب می یابد به وجود می آید. تنها موجودیت همه مشخصات یاد شده در مجموع خود ملت را می دهد. پیامد منطقی چنین تعریف به این تزیس می انجامد: ملت شکل عالی رشد یک اتنوس است. پیامد چنین برداشت برای هر گروه اتنیکی یک دولت ناتکمیل اختصاص داده شد. کمبودها در این دولت‌های ناتکمیل یکسان نبود، ولی به هر صورت این سیاسی سازی کتلوی اتنیک ها بوده است.